مثلا تو کجا و ای کجا. سوال نکرده گودنش که یکو عاشقی ماشقیم در میان هستی نه؟ پریشان کرده روزگاری غریبی و اگر دنیا نه می بودی چی بودی؟ صاحب شعر عزیزی است به نام مادر. امشب از شعر پرم کو قلم و دفتر من. به نام یاد خداوند پاک مهربان، سلام خدمت شما دوستان عزیز که ما را از چینل دیدار پرودکشن میبینین. دوستان عزیز، شما را در برنامه امشب و در برنامه بندار خوش آمدید میگیم. امیدواریم که از برنامه از مو لذت ببرین. دوستان عزیز، قسمی که مو رو میبینین مو دیگه جای متفاوت و با مهمانای متفاوت امدیم اینجی یک بندار بلدیشم بگیرین. دیگه مهمانای از مو هر یک استاد غریب نواز عزیز که یک هنرمند بسیار برجسته و همچنان مشهور. دیگه همهشون با شعر آقای غریب نواز آشنایی درین و همچنان دو مدل هم گفته میتونیم که در کنار از مویه. دیگه بیشتر معلومات و معرفی از زبان خودون از اینا با ایشون صحبت نیم، بیشتر معلومات را از خودون ایشون میشنویم. دیگه از اول دیگه از آقای غریب نواز عزیز شروع نیم تا هم تو به ترتیب. دیگه سلام علیکم. دادیس خود دیگه رو علیزاده صاحب ایما ایگه؟ هر رقم که راحت استاد عزیز. ما هم از احترام و ادب دارم خدمت تک تک عزیزانی که از چینل دیدار از همی برنامه که نامش بسیار نام مقبول ماندین بندار همی لحظه ما را تماشا میکنه. امیدوار هستم که در هر جای دنیا، در هر گوشه گوشه از این کره خاکی که هستین جور سید من باشین، دیگه بخیر باشین، بسیار کوچک نوازی میکنین. گرچند که کلمه استاد گفتن بسیار سنگین است برای من، یعنی می که غریب نواز ساده بگوین من بسیار خوش هستم، هم بسیار احساس راحتی میکنم. دیگه والا بازم خوش هستم که از طریق چینل یوتیوب شما مهمان خانه های عزیزای دل خود مردم شریف و سرفراز افغانستان هستیم. زنده باشین استاد. بخیر باشین، سلامت باشین. دیگه و دو گل سرسبت ما، دو پندوق گل که اینجا شته دیگه مای که میمانیم برای مای گران. خب دوستای عزیز، ما رسیدیم که نوبت معرفی در بانو دیار. گرچند همه شما با چهره خانم دیار آشنایی درین، ایشون قبلا گرچند در جایی که حال ما شدم این جایی نه، البته در مخود استیدیو بانو دیار پیش مبرد. دیگه امشب چونی میمویه دیگه ما گفتیم تو بیا میمون از موشو، گرشن توی منجی بسیار زحمت کشیدیم میمان نوازی کدیم شب موش موره میمانیم. دیگه بیشتر با از ایشان سوال نیم که دهی چند مدت کجا بوده، چی کارا بوده. دیگه خانم دیار خوش آمدین در مجلس از مو، در برنامه بندار از مو. خوش باشین. سلام علیکم دوستای عزیز، امیدوارستم که شاد و سلامت باشین. یک تشکر خاص از همکاران عزیزم که بازم لایق دانستن و ما را دعوت کردن و من هم خیلی خوشحال هستم که در کنار شما. نه بانو دیار برنامه خودون چی میاد دیگه. زنده باشین، تشکر. قبلا هم اینجا بودین. خب رسیدیم در یک چهره دیگری از مهمانای امشب از مو که آقای محمدی هستن. دیگه بیشتر معلومات را از زبان خودش میشنویم که ایشان قبلا کجا بوده، چی کارا بوده. دیگه خوش آمدین در برنامه از ما. خوش باشین، تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. تا در طلب گوهر کانی کانی، تا در هوس لقمه نانی نانی، این نکته رمز است اگر بدانی، هر چیز که در جستن آنی آنی. با تقدیم عرض سلام خدمت مجری توانا انجینیر صاحب و همچنان استاد عزیز دوست و رفیقیم و همچنان بانو دیار که با چهره و صدای آشنا هستین و همچنان یک سلام خالصانه خدمت بینندگان شما که از هر گوشه و کنار این کره خاکی ما را میبینه و همچنان یک تشکر خالصانه از شما که ما را لایق برنامه خود دانستین و دعوت کردین. تشکر، بسیار خوش آمدید. خوش باشین، سلامت باشین. در رابطه با جزئیات بیشتر ما و شما صحبت می‌کنیم. ان شاء الله چای را خورده و امیت اندار که دموریم. خب دوباره ما این مسیر میریم دوستان عزیز از
آقای غریب نواز عزیز که در این مدت کجا بوده و چی آهنگای جدید بلدیزمه و شما ثبت کده که شما تال نشنیدین، دیگه از ایشان میشنویم که مصروف چی کارها بوده، برنامه هم ثبت کده نگده. قربانتان علیزاده صاحب، واقعیتش قبل از اینکه ما از آهنگا بگویم، خوشحال هستم که در جمع شما هستیم در برنامه بندار و همچنان رفیق بسیار دوست داشتنی ما، شاهزاده مجلس ما محمدی صاحب، و همچنان بانو دیار عزیز که یک جوان بسیار فعال، یک دختر بسیار لایق، یک شادخت است دیگه. ماشاءالله کارهایشان دیگه، فعالیتاشون قابل قدر است، و همچنان خودت و دیگه دوستای کامرمین ما که بسیار زحمت میکشن. ولا جناب علیزاده صاحب، ما تقریبا مدت یک سال میشه که 4 سال میشد که من روی می 14 آهنگ کار میکردم. باز خوشبختانه موفق شدیم امی چند مدت پیش، 4 ماه 5 ماه پیش که من رفتم طرف ایران، آدیو های آهنگ های ما در ایران ثبت کردیم. باز از اونجا آمدیم دوباره پس در کابل، از کابل پس آمدیم کشور پاکستان، فعلا دمی هزارتان، دمی شهر خوبان، در شهر فرهنگ و در شهر مردم بسیار نیک و مردم بسیار شریف کویتا قرار داریم. و وقتش تصویر آهنگ های ما امینجا گرفتیم دیگه، فعلا یک دانه دو دانه آهنگ نشر شده، دو تای دیگه شم مانده بخیر که به می نوبت خود به می ترتیب نشر شده. به شک استاد عزیز، میشه که ای آهنگ هایی که ثبت شده نشر هم شده، چند تایش نشر شده، چند تایش هنوز مانده؟ والا جناب علیزاده صاحب، سابق بود ما یک دانه آهنگ لبای خاموش که پارسال موفق به ثبت شدیم که ثبت شد، اما آدیو آهنگ، آدیویش ما کار کردیم. باز اولین بار است که امی 14 آهنگ امینجا کلیپ کردیم، برای اولین بار است که دیگه با یک کار متفاوت، با یک آهنگای متفاوت، با یک شعر متفاوت، و ما کار ما به اوجش انجام دادیم. از دل ما آمده دیگه، آخرین تلاش ها و زحمت های خود کشیدیم که یک چیز خوب برای مردم عزیز خود تقدیم. تشکر استاد. آقای غریب نواز عزیز، درباره امی ثبت از آهنگ و چونش بیشتر میشه معلومات بدین؟ اولا وقتش که یک آهنگ، چی هادیو یا آهنگ و چی تصویر و ویدیو یا آهنگ، خیلی سخت است خدا راستی. ما یک سال است که خونی دل خوردیم تا آهنگای ما موفق شدیم خوشبختانه، و آمدیم روی شوتینگش. واقعا روزهای روزه میرفتیم، روزهای روزه می رفتیم تا یک کار موفق ثبت کنیم. دیگه خیلی زیاد زحمت تلاش کردیم، یک هفته تقریبا یک آهنگ ما شوتینگ کردیم تا موفق شدیم که یک کار خوبتر بیاید. یکورم به همکاری، به تلاش دوستای نهایت عزیز ما به خصوص محمدی صاحب و بانو دیار موفقانه انجام دادیم الحمدلله. بسیار تشکر استاد، واقعا که زحمت میکشین. دیگه مریم روی دو چهره دیگه که همراه شما هستن، از اینا سوال مونیم، اینا در کدام بخش فعالیت داشته و در کدام بخش همراه شما همکاری داشته؟ دیگه از بانو دیار شروع نیم. والا بانو دیار را وقتش ما در وصف هر چی کدام بگو یک کم است. وقت یک دختر شجاع، دختر جوان مرد، فعال، ماشاءالله چهره رسانه‌ای. در زم اتبرت بگویم دیگه، به خلاص بگویم که کترنا کیف افغانستان ما. والا استاد چیزی شما عرض می‌نمایم، شما لطف کردید. خب بانو دیار، بسیار چیزی که هنرمند عزیز ما غریب نواز عزیز گفت، شما بسیار در این بخش همکاری داشتید، نمرای از اینا بسیار هاشم تعریف کرد دیگه. اینا بیشتر از بیشتر معلومات را زبان خودونش میشنویم که در این بخش اولین بار مدلینگ دیدین نمرای غریب نواز عزیز یا نه چندین بار است؟ نه خیر، قبل از اینکه همراه آقای غریب نواز بیایم آهنگش مدلینگ کنم، چند آهنگ دیگه هم کار کرده بودم. باز خیلی دوست داشتم اینا. آقای غریب نواز در ایران بودن که همراه درباره کلیپ و آهنگایش گفته بودن. باز وقتی که آمدن کابل برای روان کردن دیگه، من همیشه گوش میدادم دیگه، منتظر بودم که چی وقت میای یک ساعت، بخاطر که خیلی دوست داشتم و علاقمندشان بودم. ماشاءالله خیلی خوب میخونه، صدایش خوب است. باز وقتی اینا آمدن کویتا خیلی خوشحال شدم. باز شروع کردم به مدلینگ آهنگ،
بله بله. بانو شما گفتین علاقمند بود، مشخص نکدین علاقمند آهنگ استاد بودین یا اینکه علاقمند مدلینگ بودین؟ خب علاقمند مدلینگ که از خیلی وقت بودم، در خورترکی دوست داشتم که مدلینگ کنم. بعضی آهنگ هایی که میدیدم دوستم میگفتم چه قسم اینا میرن، چه قسم مدلینگ میگنن. من خیلی شوق داشتم، باز خودم شخصا علاقمند هنرمند عزیز ما هستم. بسیار خوب. من خیلی خوشحال هستم، باعث افتخار است که داهنگ مدلینگ کردم همراهی آقای محمدی عزیز. خب بانو دیار، گفتین که مدلینگ کردیم، معمی اولین مدلینگ شما بوده آهنگ غریب نواز عزیز یا نه که چندین؟ نه خیر، قبلا هم مدلینگ کرده بودم در چند تای آهنگ دیگه، ولی باید بگویم که اولین آهنگ بود که ما دوست داشتم، بهترین کلیپ شده، بهترین خاطره ساختیم، واقعا خوشحال است. خب بانو دیار، در دوران که مثلا این آهنگ مدلینگ میکردین، کلیپ میکردین، باز چی خاطره یا چی اگه امو حرفایی که استاد به شما میگفت، یعنی تجربات شما نشان میده، چی زیاد شما منده؟ البته سراسر خاطره بود. چند مدتی که ما روی سه تا آهنگ کار کردم، باید بگم سه تا آهنگ، دو تاش خوشبختانه نشر شده، یکیش هم در راست. دوست عزیز منتظر باشید که بهترین آهنگ است که خودم بین سه آهنگش مقبول است، خوش دارم، ولی آهنگی که هنوز نشر نشده واقعا دیگه بی‌نظیر است. ان شاء الله دیگه منتظرش هستیم. سراسر خاطره بود مدتی که با هم شوتینگ میکردیم، در حالی که من خیلی مریض بودم دیگه. اگر کس دیگه می شاید قبول نمی کنم، ولی چون اینا خیلی آدم خوبی هستن، دوست دارم، علاقمندشان هستم، همراهشان رفتم دیگه. روز اول که رفتم کم هوا سرد بود، مریض شدم. باز کوشش داشتم که امروز روز ختم شوه، ولی متاسفانه نشد، راه هم دور بود دیگه، مان برای فردا که مجبور شدم دوباره برم. خیلی مریض بودم دیگه، ما همراه اینا گفتم که نمیشه، باز چون اینا زحمت کشیده بودن، مصرف کرده بودن، از کابل آمده بودن، باز ما خواستم که بروم تا کارش سر ختم شوه. دیگه من مریض بودم، ریزشک گرفته بود، من دسمال کاغذی رو گرفتم، کلان دسمال کاغذی رو از بین از خانه کششتم تا جایی که رسیدم. و دستم بود دیگه پاک میکردم، به خاطر که هوا سرد و مریض بودم دیگه. وقتی که ثبت میکردم دیگه، من یک بینی میکش میکردم، یک اونا چی میکردم، باز ترس داشتم از اینکه خدای نخواسته کلیپ خراب بیایم. ولی پس آن که دیدم نشه شد، خیلی خوبش آمده بود، دوستا مردم ها خیلی بازدید گرفته بودن، اونا خوش داشته. واقعا ما امی آهنگ دیدیم، بسیار زحمت کشیده بودین دیگه، هم هر کس به مو تیپ خوروال خود خود زحمت کشیده دیگه. خب میریم سراغ دیگه مهمانی که در اینجا هست، هم رایز مو از ایشان سوال نیم که قبلا چی کار را مگدده و از چی وقت به این سو رو آورده در مدلینگ دیگه. آقای محمدی صاحب، از شما شیرانی میشنویم دیگه که قبلا کجا بودین، امی مدلینگ را چی وقت پیش رو گرفتین، انتخاب کردین؟ و دوستای ما همین سوالم پرسان مونه که چطور شد که شما یک به یک به مدلینگ روی آوردین و چی باعث شد که تو در این کلیپ سهم گرفتین و با ایتر یک چهره ظاهر شدین؟ در واقع من گفتم اتانم از زمانی که من خود شناختم مصروف بیزنس یا تجارت بودم، که حتی دوران مکتب پارت تایم یا همراه مکتب مصروف تجارت بودم. زمانی که مکتب خلاص کردم، یک مدتی در بامیان و یک مدتی در قندار و یک مدتی در غزنی مصروف تجارت بودم. و مخصوصا بعد از سال 1397 که بنیانگذار مجتمع رفا بودم در جاغوری، که در مدتی دو سال، دوربر دو سال یا دو نیم سال در اونجا فعالیت داشتیم، دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم، از جمله و پیشرفت هایی داشتیم که قراردادهای دولتی را که داشتیم میشه نام برد، و نمایندگی های ما که در بازارهای جاغوری فعلا هم فعال است، اینا را از دستاوردهای ما گفته میتونیم. و متاسفانه بعد از سقوط دولت ما جای برای ما اونجا احساس خطر کردیم و به این ترجیح دادیم که از اونجا که اینجا بیم و اینجا آمدیم. خب این در رابطه به سوالی که چطور من مدلینگ کردم و چطور در این صحنه حاضر شدم. خب استاد غریب نواز یکی از دوست و رفیق بسیار نزدیک ماست که هر دوی ما در ارتباط بودیم، و پار سالم که بعد از سقوط هر دوی ما یک مدت یک جای بودیم،
و باز که استاد رفت دوباره افغانستان و از اونجا رفت ایران تلفنی در ارتباط بودیم، تا ای که در ایران هم در ارتباط بودیم که آهنگایش رویش کار مونه و قرار به زودی نشرشونه. مخصوصا شوی که امو یک قسمت بسیار خوبی آهنگ استوری کرده بود به قول هزارگی ها که آدم دمسوز مونه، امو شو اومد کدش در ارتباط شدم، استاد کم دمسوز کن دیگه امو را نشر کن که منتظرش هستم به صبرانه، واز گفت انشاءالله به زودی نشر میشه. تا ای که بعد از یک روزی برای ما زنگ زد گفت که من در کابل هستم و قراره که در پاکستان باییم در کویته به خاطر ویدیو یا کلیپ تصویری از امی آهنگا. خب من بسیار خوش شدم، گفتم استاد از این که دیگر خوبتر کجاست دیگه بین چی وقت میین؟ باز گفت شاید 4 روز یا 5 روز دیگه کوشش مونم باییم. خب به نظر من 5 روز یا 6 روز شد که استاد اینجا تشریف آوردن و بعد از او اردوی ما شروع کردیم در قسمت کارهای ویدیو ازی که یک روز استاد پیشنهاد داد که تو باید در این کلیپ سهم داشته شی و حضور داشته شی، که من بسیار برای من جالب بود و خندیدم اون روز، گفتم استاد کار من نیست، من میفهمم که من بخشم جدا بوده، فعالیت من جدا بوده، من از هنر دور بوده. باز استاد گفت که والا شما که نتونین نمیشه و تو باید باشی. خب این که رفقای ما کلش میفهمه که ما در قسمت رفاقت یک ذره صادق هستم و چیزی که در توانیم باشه کم نمیارم. باز استاد خو مثل یک برادر ماست، هر چی که بگم خو گفتم امروز هم چیزی که در توان ما باشه ما انشالله دریغ نمونم. تا ای که شروع کردیم در کار ازی و همچنان از بانو دیار خواهش کردم که تو خو تجربه داره در این بسیار شخص تواناستی مرا همکاری که چون من بسیار بار اول است که میم، تا ای که او کلیپ اجرا کردیم و قضاوتش دیست بیننده هست دیگه ما خو نمیفهمیم، ما خو آخرین تلاش و زحمت خود کردیم که چی رقم هم ده یا چطور هم ده، امیدوارم که بیننده هم بپسنده کلیپ را که ساختیم. دیگه دلیلی دیگه شه که باعث شد ما در یک کلیپ باشم، من میخواستم برای جوانایی را ثابت کنم که انسان یا آدم مثل خمیر واریسته، در هر قالبی که بیندازه امو قالب میگیره. درسته من سابق در بخش تجارت بودیم، فعالیت مو بوده، از هنر دور بودیم، ولی این انگیزه رو برای ما هم داد که انسان هر چیزی که بخواید در هر قالبی که خود پرته میشه. و امی توصیه ما برای جوانان هم است که انسان چیزی که بخواید تلاش کنه برایش میرسه ان شاء الله. خب در قسمتی گفتی که مثلا وقتی که ما فهمیدی که کار از من نیه، یعنی استادم خواهش کرد دیگه تو روی استاد نمیتونستی دزی میبلی، از خانم فرزانه چی کمک گرفتی یا چی در کدام قسمت چی گفتی ما رو یاد دیدی؟ دقیقا بانو دیار در کل قسمت های شوتینگ همکاری داشت کرد من و در هر قسمتش دیگه بسیار بانوی تواناسته و من به تواناییش باور دارم چنانچه که بیننده هم میبینه. و در این قسمت برنامه یک سوالی که در ذهن ما آمد که کلی رفقا و دوستای ما سوال کرده که تو که بانو دیار که در لبی هستین در یک قسمت از اون کلیپ هست که ما وزی قصه منیم ششتگی او خواهنگ است با صدای ما نیسته، بیشتر سوال کردن که شما چه قصه منیم. من میخواییم بانو رو همینجا غافل گیر کنم که باز دیگه چیز گفتن نتونه امو صادقانه امو رو بگه که چی میگفتیم تا بینید نام امو رفقای من بفهمه که ما چی منجا قصه میکردیم. یعنی بانو بفهم. خب دوستای عزیز زیادترش یادم نیستم، ولی تا جایی که بیاد دارم قسمت که کتاب دادستم است ما برای اینا برای دوستا شعر خواندم، شعر دکلمه کردیم، ولی او قسمت که لب دریا بود به نظرم از فعالیت تان میپرسیدم. خوب جایی بوده قسمت باید ما نمیم چی پرسان کنیم، اینا میگفتن که پرسان کنیم، ما گفتن چی پرسان کنم، باز میگو شما پرسان کنیم، ما گفتن ما چی پرسان کنم. خب خلاصه یک قسم کده که نه باید اونجا بیایی که ما گپ میزنیم، بله بله گپی مثلا صمیمی و عاشقانه، در حالی که پشتهنه و اینا ها مثل بیادرم است. درسته. خب به وقتی که شما یه مدلینگ رو کردین بعد از این که مثلا مدلینگ تمام شد و آهنگ به نشر رسید، کدام عکس العمل یا مثلا واکنش هم از طرف مردم دیشتین؟ خب معمولا در کلیپ های قبلی که مدلینگ کرده بودم مردم ها نظریات خوب و بد داده بودن، منفی و مثبت، ما به نظراتشان احترام دارم. خب در هر چیز که باشه مردم نظر خود میده، ولی من انتظار داشتم که شاید مردم به خاطر که یک جامعه سنتی هستن شاید نظر بدن، نظری منفی،
ولی خوشبختانه هیچ کس نظر منفی نداده بودن، مورد تایید مردم قرار گرفته بودن و ما بابت از این خیلی خوشحال هستیم. ما واقعا خوشحال هستیم. دیگه از استاد محمدی از شموم کدام واکنیش از رفیقایشیم؟ دیگه سوال نپرس در راجده این مدلی؟ والا روزی اولی که دقیقا که ما هم یک قسمت از او ریستوری کرده بودم، شاید بگم در دوربر یک ساعت زیادتر شاید صد مسیج دریافت کرده بودم که تو آیا توی؟ چطور؟ تعجب کرده بودم. حتی فامیلیم. مسلم برای هر کس یک سوال خلق شد. جالب بود که تو یک با یک چطوری؟ مسیر رو کچ کردی؟ مسیر رو کچ کردی دیگه. خب ولی دیگه زوری استاد سر ما زیاد است. طبقی که گفتم چیزی که بگم من چیزی که در توانیم باشه ازش دریغ کرده نمیتونم. یکی بسیار رفیق ماسته و دیگر نه کدام چیزی که عکس العمل دیگری ما و بعد از او گرفته باشم نه و کلشون ما را تشویق کردن، خصوصا برادرم بسیار تشویق کرد و حتی خوارایم کلش تشویق کردن گفت آفرین. ولی چیزی واکنش منفی من ندیدم، نه از رفیقا و دوستایم، نه کامنتاری که من دیدم و نه از فامیلیم، فقط کلش مثبت بوده که برای ما بسیار خوشایند است. خب به نظر خودم نباید منفی باشه، بخاطر که ما کوشش کردیم یک چیز طبیعی بیاید چون خواستیم که احساسات نگفته را به تصویر بکشیم. بله بله. یعنی برای مردم ما بود. واقعا تشکر جای تشکر که شما همچین صحنه ها را به تصویر میکشین و ذهن مردم یک رقم روشن میشه که نه آدم نمیشه که همیشه یک تصویر دید از روزو قضاوت کنه. در دارون از اون تصویر خیلی حرفای دیگه چیزی که استاد گفت، مثلا آهنگ را آدم تنها نمیتونه که با عنوان عشق عاشقی گوش کنه. آهنگ چیزی که مثلا درد یک جامعه را بیان میکنه که مثلا تو کجا و کجا. سوال نکرده بودنش که یک عاشقی ماشقیم در میان هستنه؟ والا شاید دوستا یا به شوخی یا به همچون چیزی که سوال نکرده باشه در دل چی گشته باشه که من همینجا میخوایم خاطر از اینا را جمع کنم که من و فرزانه جان مثل یک خوار و برار هستیم و فقط در یک کلیپ میخواستیم درد دل جوانا را و آرزوی ما ایسته که همین تمثیلی را که ما کردیم عاشقی را امی را به واقع تجربه کنن، که آرزوی ما ایسته هر جوان انمی را به واقع تجربه کنن که ما تمثیل کنیم، که متاسفانه ما به این نتیجه رسیدیم که تمثیل و عشق و عاشقی فعلا در این روزا بیشتر از خود عشقای واقعی ایسته که آرزوی ما امیسته. ولی یعنی در دنیای واقعی اگر تا چند سال پیش یا حالا اگر عاشقی ماشقی داشت مویا نگر بوده همین چقدر از مدر به جیجان بیلو. والا آقای علیزاده صاحب سوال بسیار پرسنل هست. ولی خب بیاین، خب به نظر خودم کی هر دوتاش بلی نه بیاین درد چهار شدن آقای علیزاده صاحب بیاین عشق در یک دایره کلانتر ببینیم، نه در یک دایره خورد. بله. عشق را تعریف از نظر از ما تعریف از عشق یک انرژی بسیار قوی است که انسان را به حرکت برای مثبت میاره. ما بیاین که ایره ما به یک شخص وابسته نکنیم. ما ایتر میگم که عشق یگانه دلیلی برای زندگی، اگر یک روز ما به هدف به هر چیز، یعنی همه حرکتی که ما مونیم بدون عشق نمیشه. به فرض غذایی را که تو خوش نداشته باشی امور نمخری، جایی را که خوش نداشته باشی امونجا نمیری، که یعنی عشق بره تو و عاشق از اوسته. ما و شما با این عشق در دایره کلانتر ببینیم، ایره به یک شخص یک نفر وابسته نکنیم، به هدف های ما وابسته کنیم و دنیا بدون عشق به نظر ما اگه عشق نمی بود هیچ وجود نداشت. دلیلی عشق تنها هدف زندگی. بله، رسیدن به هدف. به هدف که من خودم ایره وابسته به هدف هایم کردم که خوشبختانه پله به پله به واسطه زمین عشق و علاقه ای که به هدف هایم داشتم رسیدم و وابسته به شخص کدام کسی تا حال نکردم. خب انشالله که عاشق نشدی. عاشق هدف هایم یا انشالله شدی. عاشق هدف هایم همیشه هستم و هر دقیقه ما باید عاشق باشیم. هر دقیقه چنان گفتیم بدون عشق زندگی نیست، با عشق در یک دایره کلانتر به هدف های ما باید بینگریم، یعنی نه به یک هدف. بله به یک نفر. خیال به یک نفر شده یا نه گاهی وقت؟ نه همچون چیزی تا حال اتفاق نفتاد. خب میشنویم از زبان بانو دیار که ایشان هم عشق را چی تعریف در از عشق، آیا تا حال عاشق شده یا نه، عشق از چی تعریف من از عشق؟ به نظر ما عشق یک کلمه مقدس است. ما نمیتونیم که هر احساس را نامش را عشق بذاریم. دیگه ما خودم هنوز در وجودم
احساس نکردیم که هنوز عاشق شده باشیم. میسک سوال کنم؟ البته بفرمایید. یعنی شما که خود تو احساس نکدی یگان وقت کدام کس هم شده که بلده شما گفتش که ما عاشق شدم یا نسبت به شما کدام احساس دارم؟ خب زیاده روی نشه یگان وقت نه، البته هر وقت. مشهور است مشهور است بازدهیت یگاه هنگام بابای خب ما مذهبی خاطر این سوال خلق شد که سوال بود. خب نفر ها زیاد است پیشنهاد میتو ولی من هنوز بار ندارم سش. یعنی تو نسبت به هدف خو عشق داری؟ خیلی فقط خوب. تلاش دارم به هدفم برسم، وقتی به هدفم رسیدم خودش عشق است دیگه. هنوز تصمیم ندارم به چی سم. انشالله روزی برسد شما رو در یک قله بلند ببینیم. انشالله سلامت باشین شما همچنان. تشکر. دوستای عزیز دمی قسمت از برنامه قرار آهنگ بلدیز ما اجرا کنه هنرمند عزیز ما آقای غریب نواز. خواهش نم کمی آهنگ را که بحث داریم سرش امیر بلدیز ما بخوانه که واقعا خود چه مرز کرد که از درد دل هر جوان از ما دیگه بهتره که امیر بشنویم که از دل از درد دل از ما است. استاد عزیز دیگه بچشیم والا امی ما که صدای من میگیرن علی زاده صاحب، گرچن که ای آهنگ با موزیک با یک موسیقی بسیار زیبا با یک موسیقی بسیار خوب شده ایران اجرا شده ولی با دوتار دنبری خود این دفعه برای دوستا میخوانیم امیر حتما بچشم با اجازه محمدی صاحب با نودیار و دوستا
کاش وی نسوزد دل جگر ای کاش و ای کاش آخ میان قبر و برزخ خاطراتت وی نیاید در نظر ای کاش و ای کاش ای های نیاید در نظر ای کاش و ای کاش ای های نیاید در نظر ای کاش و ای کاش استاد واخن آهنگشیم دیگه مرگ گرفت. سلامت باشین، زنده باشین. استاد عزیز، بریم در روی از این آهنگ که مثلا در بخش تنظیم، کامپوز و غیره کی بوده امرای تو یا کلش خودت به تنهایی پیش برده؟ علیزاده صاحب، کامپوز از این آهنگ فولکلور است و سبک مالستانی میشه. باز ما با یک تغییرات، با یک نوآوری، با یک موسیقی متفاوت را در استودیوی استاد رازق رستمی، دیگه یک از غنیمت‌های موسیقی افغانستان ما و شماست که خیلی روی از خونی دل خوردیم، شاوهای شاو روی از کار کردیم، روی موسیقیش که الحمدلله یک موسیقی خوبش جور کردیم تا برای دوستا، تا برای مردمی عزیز خود تقدیم بکنم. دیگه از موسیقی خیلی راضی هستم، یک موسیقی خیلی واخن عالی استاد واخن، یعنی ما که امالی گوش کدوم دیگه واخن خیلی لذت بردم، همچنان واخن شعرهایش بسیار پرمعنا بود که اینی واخن شما هم گفتین که از درد دل هر جوان واخن هموت بود. زنده باش دیگه استاد، وقتی که ای آهنگ را کلیب مکدین امو جایو مثلا امو جایی که رفتینی را امو مدلینش انجام دادین، کی انتخاب کدید؟ کی پیدا کدید؟ در قسمت که امرای شما کاری کدید؟ آقای لزاده، در قسمتی که رفتیم اونجا جای و مکان، چون من شهر کویتر بلد نیستیم، متاسفانه بلد نبودیم. و اینجا که آمدیم آقای عزیزی پردیل دیگه یک جوان بسیار توانا هست، یک جوان بسیار پرتلاش هست، یک جوان خیلی توانمند است که در قسمت کتیمه همکاری کرد، پردکشن دارن، رفتیم جای و مکان کلشه آقای پردیل تنظیم کرده بود، امو لبی دریا و امو کوها را که رفتیم برای شوتینگ انتخاب کردیم آقای پردیل، همکاری های عزیزی پردیل بودن. دوستای عزیز، میم سراغ آقای غریب نواز عزیز که واقعا درد دل هر یک از مور بیان نه، بسیار آدمی پر احساس، هر کس را درک مونه، بیشتر جوانا را دیگه عشق را واقعا از زبانشون میشنویم که اینا چه تعبیر در از عشق. آقای غریب نواز عزیز، شما از عشق چی تعبیر دارید؟ واقعا شما که یعنی استادی احساس هستم قربانتان، کوچک نوازی میکنین، لطف دارین. ولی چیزی که محمدی صاحب گفتن کاملا واقعیت است، من همو گپای محمدی صاحب را تایید میکنم. واقعیتش وقتی که در همه ویدیو، در همه تصویر، یعنی که زمانی که محمدی صاحب با بانو دیار امی تمثیل یک عاشق واقعی را، یک عاشق دلشکسته را محمدی صاحب تمثیل میکنه، ما باز ایت یک قسم شرای آهنگم مج میکنه، من میگم ای کاش، ای کاش که کل جوانای ما، عزیزای دل ما، مردم ما، جوانای ما با واقعیت یک روز عشق تجربه کنه، یک روز به عشق خود برسه. ولی محمدی صاحب دیگه با می گپایشان، با می ویدیو کلیپ، سنگ تمام ماندن دیگه، تاثیر نشان دادن، عشق سنگ تمام ماندن. ولی عشق کلمه مقدس است، عشق زندگی بدون عشق اصلا بی‌معنا است. بله، زندگی بدون عشق هیچ است دیگه. گفتش که بگذاریم، ولی به اصلا نمیشه با خدا یزید، یزید کلی چیز گفته، یزیش نمیشه بگذاریم دیگه. یک قسم است که والا ما واقعا زمانی که یک انسان عاشق میشه، عاشق گپ محمدی صاحب قسم قسم است، ولی واقعا خداوند اینا کلمه خداوند خودش عشق است. من همیشه وقت میگم
او موجود را که خداوند می آفرینه، ما واقعا عاشق او موجود نیستیم، ما عاشق نقاشش باشیم که فدای از او نقاش هم که نقاش چی موجود را خلق کرده که ما عاشقش میشیم. بله بله. ولی ما باید او نقاش که او را با پنسلش نقاشی کرده، ما باید او را عاشق خود نقاش باشیم. به شکی دوستاد واقعا. استاد عزیز از خودت نگفتی مثلا واقعا یک هنرمندم عاشق میشه، یعنی خودت هم عاشق شدی قبلا یا نه؟ والا دیگه محمدی صاحب برای میگم سنگ تمام مونده. والا چی بگویم، به خدا قسم است دی قسمت دیگه کاملا هر انسان عاشق هست و همه موجودات زنده عاشق است و ما مطمئن هستم که کل جوانای ما، یعنی دوباره به مو گپ برمیگردم علیزاده صاحب، که بدون عاشقی دنیا اصلا هیچ است. بله. والا دیگه نمیپردازیم زیاد. استاد نمیشه اگر بگی بهتر، چون بخاطر که سوالگر گونه در ذهن هر کس، والا یک قسم است که چه رقم بگویم، خود 100% آدم طبعا عاشق است و عاشق شدیم، لکی نشدیم، عاشق هم شدیم و عاشق هم هستیم. انشالله که همی تو عاشق بمانی، قربانتان بخیر باشی، هر کس به هدف به هر چی که عاشق هست مو عاشق بمانم. ولی یک چیزی که ما یک بار آدم حس داره، احساس است، احساس با عشق گپ با نودیار عزیز که فرق میکنه. ولی فعلا ما عاشق هدفایم شدیم، فعلا عاشق موسیقی شدیم، فعلا از همه مهمتر عاشق مردمی هست، مردم خود به شکی تو ساده، اینمی خودش یک افتخار است به شکی کسی از آره ها فعلا دیگر منجی هستیم در این مردم عزیز خود. استاد در این مدت که اینجی بودین یا قبل از کدام کنسرت چیزی هم داشتین در این مدت؟ والا برنامه های فرهنگی مثلا از قبیلی که جشن های فراغت، رونمایی کتاب، دیگه برنامه های محفل های خانگکی، محفل های عرسی رفتیم، دیگه بازم ایت برنامه رسمی هنوز نگرفتیم که به مثل یک کنسرت ده باشم. استاد وقتی که دمی محفل ها رفتین چطور بوده امی برخورد مردم هم رای شما، شما استقبال شده یا نه، چیزی که مثلا امی خوی اخلاق مردم کویچه میستی امی مردم افغانستانه یا نه که فرق مونه؟ والا واقعیتش مردم کویته بسیار مردم شریف است، بسیار عالی استقبال میکنه در محفلهایشان که میریم، بسیار ما را حمایت میکنن، تشویق میکنن، در محفلهای عرسی، در کوچه بازار که ما را میبینن بسیار قدر و عزت میکنن، بسیار مردم خوب است، مردم شریف است. ما واقعا درود میفرستم بر مردم شریف کویته، مردم هزارهای کویته واقعا مردم بسیار شریف و مردم بسیار با احساس و مردم بسیار با درک است. خب استاد، بینوان پیام آخرم و پیامی که مثلا بلده مردم، بلده جوانا دارین موشه بیان کنین؟ والا علیزاده صاحب، من کوچکتر از وستم که پیام داشته باشم، ولی بازم یک گفتنی برای دوستا دارم، یک چیز میگم برای دوستا. بازم در پایان برنامه از صمیم قلب تشکر میکنم در پیش کمریتان از محمدی صاحب، از رفیق نازنین ما. محمدی یک شاهزاده است، محمدی سر تا پایش هنر میباره، واقعا امی خلص بگویم که این جوان ها الگو است دیگه، اونقدر شریف دوست داشتنی است. و همچنان بانو دیار عزیز، یک بانوی بسیار جوان مرد، یک دختر کاکه دیگه، اتبرت بگویم دیگه شادخت هزارستان دیگه، اینا که هستن معتبرترین انسان های ما هستن، اینا با سویه ترین انسان های هزار است که زیبای ها رو به نمایش میمانم. بازم مثل قلب از در دویتان تشکری میکنم. تشکر از همه ایتان. و گفتنی من یعنی می است که اول خداوند مردم عزیز ما را در هر جای دنیا که هستن جور صحتمند داشته باشن، همیشه وقت محبت داشته باشین، محبت بکنین، محبت تجربه کنین، عاشق شوین، عشق بیورزین، و دنیا به عاشقی مزه نداره. دنیا هیچ است، باید خوش باشیم و هیچ وقت غم و غصه ها را دلتان را نتین، فقط شاد باشین، دلتان خوش، روز روزگارتان
بخیر. استاد خدا روی نکنی آمو باز گفتنی داریم امرایتان. فقط خوشی عزیزای دل خودم. تشکر استاد. بریم خدمت دو مهمان دیگه کنارم خواب نبره اگه موقع. خب بانو دیار عزیز واقعا تعریف های شما را آقای غریب نواز بسیار کرد. واقعا من خودم کلیپی که دیدم واقعا قابل ستایشین. دیگه آقای خود... غریب نواز مهربان هستن، خیلی لطف دارن. تشکر. دیگه میشنویم از خودتان به این مدتی که مثلا در پاکستان بودین چی فعالیت هایی داشتین جدا از این کلیپ یا مدلینگ، دیگه چی فعالیت ها داشتین در دیگه هر سان؟ خب بیننده های عزیز در جریان بودن که من قبلا در چنل دیدار به عنوان گرداننده برنامه بنجار بودم، دیگه چند مدت همراه زنا کار کردم و فعلا هم رفتم در چنل جی کی پلاس اونجا فعالیت دارم و بعض وقتا بعضی آهنگ هاست که در آهنگ ها مدلینگ میکنم. خب بانو دیار شما در این مدت خیلی تجربه ها کسب کردین یا مثلا چی بودین؟ به عنوان پیام آخر بلده مردم و هم سنسال هم نسلای خود چی پیام گفتی ندارین؟ برای تمام بیننده های عزیز شادی و موفقیت آرزو میکنم. من هنوز در اون مرحله نرستم که نصیحت کنم، ولی گفتنی دارم برای دوستان عزیز. پیشنهاد میکنم چیز را که میخواین کوشش کنید حتما به دست بیارید. تشکر. شاد و سلامت باشید. تشکر. دوستای عزیز آمدیم در سراغ آقای محمدی. دیگه آقای محمدی صاحب از شما تعریف کن، چند وقت در کوچه این و در این مدتی که در کوچه این امی بخش مدلینگ را پیش مبرین یا دوباره مورین امو شغل یا کسبی قدیمی که بیزنس بود؟ خوب سوال آقای علیزاده صاحب. ما تقریبا خوب پیشترک گفتم که بعد از سقوط جمهوریت یا دولت قبلی افغانستان در اینجا آمدم که تقریبا شاید دوربری چیزی کمتر از 1.5 سال میشه که در این کوچه هستم و زمانی که اینجا آمدیم تقریبا 1.5 ماه تا 2 ماه ما سرگردان بودیم، مثل مرغی که خانهش خراب میشه ما سرگردان بودیم. بعد از 2 ماه که جای پای خود جور کردیم ما به انگلیسی رو آوردم، انگلیسی شروع کردم، چون هدفی که در آینده دارم 60% شاید بیشتر از 60% بگم که وابسته به می انگلیسی است که در این مدت دستاورد خوب آوردم. خودم راضی هستم از تلاشی که کردم و حالی که متوجه شدم که انگلیسیم در یک سطح رسیده، همراه از کامپیوتر شروع کردم، برنامه کامپیوتر هم رو منم و عضوی انجمن یا آشیانه نور هستم که فعالیت هایش برادرای ما شاید در جریان باشه، که از جمله دستاوردش گفته میتونم که 59 بورس برای شاگردان داریم ما که در مکتب ها برش داده شده و عضویت این انجمن ما وابسته به کویچه نیست، تقریبا گفته میتونم که بین المللی است و از دستاورد دیگهش گفته میتونم افتتاح کتابخانه در اروزگان و عضوهای ما در کشورهای اروپایی، امریکا و استرالیا است که هدفهای بسیار کلانی داریم، از جمله نابودی فقر، گسترش فرهنگ هزارگی و کارآموزی و افتتاح کار بگم یا ای که ایجاد شغل، روی از این پلانا کار مونیم در این انجمن. آقای محمدی ما در جشن رونمایی کتاب شما رو دیدیم که شعر دیپلمک دین دیکلومک دین، بعد موش همال بلدیز مهم یک چند خیطه شعر دیکلومک دین؟ دقیقا آقای علیزاده صاحب، من پیشترک که گفتم انسان خاصیت خمیره داره، حالی در هر قالبی که پرتی میشه هر چیزی کنیم میشه، حالی که شما خواستین خیر است یک شعرم دیکلومک میکنم گفت نیست، هرچند هوا سرد است شاید او هوایی که داشته باشم ندارم، ولی کوشش مونم که برای بینوان یک پیام آخر هم یک شعر برای از مود دیپلمک رو بریم بینندای از مود دیگه. تشکر. و این شعر برای کسانای دیپلمک مونم که دور از مادرایش هست و یکش خودم خودش و دلش بسیار برای مادرایش تنگ است، خصوصا خودم که امروز بسیار واقعا دل تنگ مادرم هستم. به شکل امیر دیپلمک میکنم. قلمم راست بیست، واژه ها گوش به فرمان قلم، همگی نظم بگیرید، مؤدب باشید،
صاحب شعر عزیزی است به نام مادر. امشب از شعر پرم کو قلم و دفتری من، آنقدر وسوسه دارم بنویسم که نگو. تک و تنها و غریبم تو کجایی مادر؟ آنقدر حسرت دیدار تو دارم که نگو. بس که دلتنگ تو ام از سر شب تا حالا، آنقدر بوسه به تصویر تو دادم که نگو. جان من حرف بزن، امر بفرما مادر، آنقدر گوش به فرمان تو هستم که نگو. کوچه پس کوچه این شهر پر از تنهایی است، آنقدر بی تو در این شهر غریبم که نگو. مادر یاد تو آرامش من، امشب از کوچه دلتنگی من میگذری؟ جان من زود بیا بغلم کن مادر، آنقدر حسرت آغوش تو دارم که نگو. مادرم مادر خوبم به خدا دلتنگم، روبرویم بنشینی کافی است، همه دنیا به کنار، تو که باشی مادر، تو که باشی مادر، دست و دلباز ترین شاعر این شهر منم، آنقدر واژه به پای تو بریزم که نگو. گرچه از دور ولی دست تو را میبوسم، نه شعار است نه حرف، آنقدر خاک کفی پای تو هستم که نگو. مادرم مادر خوبم. هرچند هوای خاص هوایش نیست، خو کوشش کردم چیزی که بود واقعا عالی بود. یکی بسیار شعر خوبی هم ترتیب دیده بودین. دیگه تشکر آقای محمدی صاحب که شعر بلدیز مو دیپلمک دین و کدام پیام آخر اگر از درچه همی بندار یا همی دیدار پروژکشن دیشتشن بلدی مردم. آقای علیزاده صاحب، هرچند من کوچکتر از آن هستم که پیامی داشته باشم، و حالا که شما خواستین، پیام ما در رابطه به اهمیت مادر است، که مادر اهمیتش در یک خانه چنان عظیم است که واژه ها او را بیان کرده نمیتونه. مادر در واقع ستون فقرات یک خانه است که بعضی ها مادر را تشبیه به خورشید میکنند، چنانچه که نباتات در زیر درخشش خورشید نمو مونه و کلان میشه، فرزندان نیز در پرتو نور خورشید مادر می کلان میشه، و همچنان مادر بسیار یک معلم خوب است که به ما زبان و تربیت می آموزند. مادر یک دکتر روحی بسیار خوب است که اگر ما درد خود با یک کسی دیگه بگیم، شاید عمیقا درک کرده نتونه، و مادر است که بسیار عمیقا درد ما را درک میکنه. و مادر بسیار یک هنرمند خوب است که اگر عمی هنرمند شاد و خوشحال باشه، فرزندان نیز شاد و خوشحال است. اگر عمی هنرمند غمگین و افسرده باشه، فرزندانم نیز غمگین و افسرده. چنانچه یک کسی گفت که من فرزندای خود بسیار دوست دارم، چی کنم که هم فرزندایم خوش باشه؟ گفتم با مادرش کمک کن، با مادرایش، با مادر اونها کمک کن و مادرش خوش نگاه کن. گفت من میخوام فرزندایم خوش باشه، تو میگی مادرش خوش نگاه کن. گفت مادر تنها کسی است که فرزندایش عمیق را درک میکنه. اگه مادر خوشحال باشه، فرزندایش خوشحال است. اگه مادر دیق و افسرده و غمگین باشه، دقیقاً فرزندام متر است. پس اگه یک خانواده متحد، خوش، خوشحال و یک معلم و دکتر خوبی میخواین در خانواده داشته باشین، و مادرها توجه کنین. تشکر، با احترام. پیام معمی بود. دوستای عزیز، رسیدیم کم کم به قسمت پایانی برنامه. در این قسمت از برنامه یک سوال که در ذهن من دادی بود که آقای غریب نواز گفت که یک آهنگ دیگه هم در راه، یک بلدی سپرایز بلدی مون ایشته. دیگه امورش سوالیم که کمش بلدی مون شما بخوانه یا یک سپرایز گفته بلدیش میلوم امور یک سپرایز بیل بلدی مون شما. آقای غریب نواز عزیز، موش امور یک سپرایز بیل بلدی مون بیننده ها؟ والا علیزاده صاحب، هوا بسیار سرد است دیگه. والا بخشش باشه دیگه. ما شعرخوانی و واقعا کلمات و جملایی که محمدی صاحب سروده بودن محو شدیم. خیلی عالی، دمت گرم محمدی صاحب، بسیار زیبا بود. ما رو برد به یک دنیای
خیلی از خاطره و یاد خاطراتی بسیار که مادرای ما واقعا عزیز است، مادر بسیار میوه نایاب است. دیگه ما واقعیتش یک امی آهنگ بدون دمبرک کوتاه زمزمه میکنم برای دوستا که بخیر به زودی میایه، اما طور یک سفرایز باشه خود آهنگ، یک زمزمی کوتاه میریم دیگه. باز فکر کنم که برنامه هم کم کم به پایان خلاص میشنی، اما تست خوب است دیگه. با اجازه من کوتاه میرم چی میکنم. بروهی لیلی و مجنونی ناشاید، نمیرا نام شیرینی تو از یاد، دلم را گر بسوزانی با آتش، فراموشم شوی ای ها تو ای ها. آخ رسیدم دشتی برچی ملک خوبان، بیادم آمدی ای ماه تابان، به کابل جان رسیدم گریه کردم، کشیدم ماه سرد از قلب سوزان. علا ای وا خدایم وا خدایم، دلی هیچ کس نمی سوزه برایم، علا ای وا خدایم وا خدایم، دلی هیچ کس نمی سوزه برایم. خب دوستای عزیز، رسیدیم در قسمت پایانی برنامه دیگه. تا برنامه بعدی شما رو به خدای پاک و بنیاز میسپارم. انشالله که نظرات و پیشنهادات شما در قسمت کامین برای ما بسیار با ارزشه. بلدی از ما پیشنهاد انتقاد بلین ما بلدیشم، هر کس را که خواستیم ما در برنامه بلدیشم میریم. دیگه تا دیدار بعد، خدایا رو نگهدار.